و من امیدوارم که شما جوانها با وحدت اراده و با وحدت عمل بدون این که با هم اختلافی بکنید همه یک صدا باشید و پشتیبانی از این نهضت بکنید که این نهضت به نفع مملکت شما، به نفع خود شما و تبلیغاتی که در اساس این مسائل میشد، این تبلیغات همه تبلیغات شاهانه است، این که اسلام نمیتونه دیگه حالا اداره بکند، مال 14 قرن بیشتر پیش است، اسلام دیکتاتوری دوم است، اسلام نمیتوند که حاجات فعلی مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجا میکند. از این مسائلی که دیگه کهنه شدن، یا اینا دیگه کهنه شدن، در 20 سال پیش از این ممکن بود کسی یه چیزی بگه، ولی که حالا دیگه کهنه شده. همین آقایی که ارتجا سیاه میگفت و عرض میکنم که دوشه غیر مبارک ارتجاع سیاه و چیز سرخ اینها دارن مملکت را چه میکنن، حالا آمده دستش را دراز کرده که مراجع ازام روحانیان اعلام بیان و با من کمک کنن که من این جنایات را توسعه بدم و زیادش کنم و ادامه شده و از ایشون اینجوشن. این حرف ها کهنه شده. اسلام اون اسلامیست که در نیم قرن فتح کرد تمام این ممالک را برای اینکه آدمش میکند، نه فتح اسلام مثل فتح سلطنت های سلطان های دیگر فتح نادرشا هست. خیلی اون طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید، مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است، امیرالمومنین که بعد از رئیس اسلام بود، شما خود اونا را ببینید که وضعشون چجوری بوده، دیکتاتوری بوده. پیغمبری که با مردم دیگه وقتی می نشست معلوم نبود که آقا کدوم است و نوکر کدوم است و از می کنم که اصحاب کدوم است و خود پیغمبر کدوم است. برم اون حاکم که زندگیش یه پوست داشت اینجا، سوابیش دو تایی زن و شوهر میخواد بیدن تحجا فهمی باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و روزا حلف شطور سروش میرفتن که علف بکنه این بارگاه، تخت و بارگاه حلا حضرت سلطان کار میکرد، مثل سایر عمله ها کار میکرد. پینه داشت این جای دست، این جای دستا پینه داشت، نه کار میکرد که جمع بکند، کار میکرد و وقت میکرد. همون روزی که باش بیعت کردن بیل کلنگش را برداشت در سراغ کاری که انجام میداد، اونجا به چشمه را میخواست حرف کند، خودش با دست خودش حرف کرد. وقتی در آمد تبریک هستی بکنه، این تبریک ها برای برسه بگو، بیار قلم کاغذ، قلم کاغذ. همون وقت وقت کرد برای یه جهت میرم زندگی و خوراکش که از نان جو نگذشت بالاتر نبود، اونم چند تا لغمه اینقدر. نه یه همچه حاکم دنبال این میگردیم پیدا نمی کنیم. البته خودشون هم فرمود که خود شما طاقت ندارید اینقدر لیکن تقوی داشته باشید. ما دنبال یه حاکم تقویدار، تقوی سیاسی لاقل داشته باشید. نخورد مال این ملت را، اگر ندد مال این ملت را، ما دنبال این میگردیم. ما میگیم حکومت اسلامی میخوان یک حکومتی باشد که یه قدری شبیه باشد به این حاکمای ما. نه، کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بوده است که آین از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده، یک ظلم بکنه، یک سیری به کسی بزنه، ظلمن
اسلام روز عرض شده این دیگه قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری حکومت قانونه، قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت. اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میاد و یا حاضرش میکنه، در اونم حاضر میشه. جانج شد از فهمید این کار کرد. من یه همچه حکومتی میخوام، حکومت قانون. دارم سیر از سوابر شما را تایید کند، موفق باشید، همه با هم باشید. آقا اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید، یکی یکی کار از پیش نمیبرد، همه با هم مستمر. یاد الله مع الجماعه.